الان سوال این است، قرائت ایرانی برجام داره اجرا می شود یا قرائت غیر ایرانی آن؟ مشخصا ما سه تا سوال رو در حوزه اقتصادی مربوط به برجام داریم. سوال اول این هست که آیا همه تحریم ها لغو شده است؟ سوال دوم این هست که آیا تحریم جدید گذارده نخواهد شد؟ و سوال سوم این هست که آیا این وضعیتی که برای تحریم ها اتفاق افتاده اثرات مورد انتظار رو در معیشت و در وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟ هر کدوم از این سوالات اگر که پاسخش منفی باشه به اعتقاد ما قرائت ایرانی از برجام محقق نشده است. در ارتباط با تحریم ها، سوال اول که بحث لغو همه تحریم ها بود، بند 1 و 2 نامه مقام معظم رهبری در شروط برجام اشاره دارد به اینکه باید همه تحریم ها در واقع لغو بشود، اهم از این که آمریکایی ها قبل از این که ما اقدام بکنیم تعهد داد بدهند، تعهد مکتبی بدهند، و این که در هر صورت بعد از اجرا باید این اتفاق بیفته. آیا واقعا همه تحریم ها لغو شده است؟ من اینجا خواهش میکنم به الفاظی مثل لغو، تعلیق و برداشته شدن که داره استفاده میشه توجه جدی بشود. در بیانیه‌ای که آقای دکتر ظریف قرائت کردند در مثلا نشستی که دیروز داشتن، مرتب از عبارت برداشته شدن استفاده کردن. این برداشته شدن آیا لغو است یا تعلیق است؟ در همین ارتباط ما در عینیت چه باید ببینیم؟ در عینیت باید ببینیم که وجوه بلوکه شده ما در خارج از کشور همین امروز آزاد بشود، به عبارتی 150 میلیارد دلار و به عبارتی 180 میلیارد دلار که رقم دقیقش که حالا کم و زیادش رو دوستان دولتی پس ما علم قاعده اگر این اتفاق افتاده باشد از امروز یعنی 27 دی ماه 94 باید به 150 میلیارد دلار از بودجه بلوکه شده خودمون دسترسی پیدا کرده باشیم. یکی از نتایج طبیعی این اقدام میتواند این باشد که پیمانکاران ظرف چند روز آینده یا چند هفته آینده حداکثر مطالبات خودشون رو از دولت دریافت بکنند. یکی دیگر از نتایج لغو تحریم‌ها در روز 27 دی ماه باید این باشد که همه فعالان بخش خصوصی بتوانند مبادلات مالی بین‌المللیشون رو از همین امروز از طریق سیستم سویفت، شبکه اصطلاح نقل و انتقالات وجوه ارزی بین المللی انجام بدهند. این رو هم فعالان بخش خصوصی از همین امروز میتونن گزارش بدن و بانک‌ها که آیا این اتفاق میفته یا خیر. یکی دیگه از نتایج لغو تحریم‌ها در 27 دی ماه این میتواند و باید باشد که از همین امروز یعنی 27 دی ماه بیمه نامه‌ها برای کشتی‌ها و هواپیماهای ما صادر بشود که باز این رو شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی باید اعلام بکنن و ما این رو در واقع پیگیری خواهیم کرد و سوال خواهیم کرد. یکی دیگر از نتایج لغو تحریم ها این باید باشد که از همین امروز امکان فروش نفت خام بیشتر برای ما فراهم شده باشد. من بعضی از موارد رو عرض کردم، اگر هر کدوم از این اتفاقات از 27 دی ماه نیفتد، مثلا بگویند خب حالا منتظر هستیم که فلان آیین نامه، منتظر هستیم که فلان دستور صادر بشه و هر چیز دیگری، یعنی ما به روز اجرا هنوز نرسیدیم چون قرار بوده که روز اجرا دقیقا اینها افکتیو بشود یعنی موثر بشود. سوال دوم که عرض کردیم که آیا تحریم جدید گذارده نخواهد شد، چون بر اساس بندهای و شروط اجرای برجام قرار بوده که غربی ها هیچ تحریم جدیدی نگذارند، تا الان حداقل اصطلاح چند تحریم جدید مطرح بوده، یکیش همون قانون ویزا بوده که تصویب شده و رئیس جمهور آمریکا هم امضا کرده. این خودش در واقع یکی از موارد نقض برجام هست، قطعا باید این قضیه تکلیفش روشن بشه. ضمن اینکه تحریم های موشکی جدیدی که در روزهای آینده قرار است که در واقع رونمایی بشود از طرف کنگره آمریکا که اگر این اتفاق بیفته برای بار دوم نقض برجام هست، مسئله در واقع تحریم های مربوط به سپاه پاسداران به بهانه تروریسم که عملا امکان بهره برداری از
لغو تحریم های بانکی رو از ما خواهد گرفت. رأس نامه 200 خورده ای نمایندگان کنگره آمریکا برای برداشت اولوش 2 میلیارد دلار از منابع بلوک شده جمهوری اسلامی ایران، که این هم به اصطلاح اگر که به همین ترتیب پیش برود، همه اینها موارد نقض برجام است که باید راجع به اینها جواب داده بشود. آخرین بحث که سوال سوم بود، این وضعیتی که برای تحریم ها اتفاق افتاده است آیا اثر مورد انتظار رو در اقتصاد کشور خواهد داشت یا خیر؟ آنچه که در عمل دیده می شود شاید معید این مسئله نباشد. روز دقیقا در روز اجرای شدن برجام وابستگی کشور به نفت خام تا دو برابر تقریبا افزایش پیدا می کند. میزان فروش نفت خام روزانه رو 2,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته و این یعنی دو برابر شدن وابستگی اقتصاد کشور به بودجه نفتی. آیا این یکی از ثمرات مذاکرات هسته‌ای بوده است؟ و دوم، آیا تولید ما به اصطلاح به حرکت در خواهد آمد یا خیر؟ شواهد نشون میده که زمینه‌ها برای واردات شدید کالاهای خارجی به ایران فراهم شده است. هیئت‌های تجاری که از کشورهای مختلف به ایران اومدن عموماً به اذعان خودشون با هدف فروش بیشتر کالا و صادرات بیشتر کالاهای مصرفی به ایران آمده اند. به گزارش یوروستات در سال 2014 صادرات اتحادیه اروپا به ایران یک سال بعد از توافق ژنو 40% افزایش پیدا کرده و اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه یعنی بیشتر شدن در واقع واردات و به تعبیر ما شکست شدن کمر خم شده تولید کشور و این یعنی تعمیق رکود و بیکاری.